بینندگان عزیز، درود بر شما. سنا روحانی هستم و در این بخش خبری در برنامه امروز با شما عزیزان همراه خواهم بود. گزارش عفو بین الملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می کند. جامعه جهانی بهایی در 12 اسفند ماه برابر با 2 مارس گزارش هشدار دهنده و تازه‌ای از عفو بین الملل را که سختگیری فزاینده نسبت به مخالفان در ایران را نشان می دهد با نگرانی دریافت کرده است. در این سند با عنوان ما دستور داریم شما را خرد کنیم، بست سرکوب مخالفان در ایران، موجی از دستگیری های تازه وکیلان، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی، فیلمسازان و اقلیت‌های دینی و قومی مطرح شده است. محدودیت‌های گسترده در زمینه آزادی بیان، انجمن و اجتماعات و نیز شکنجه و دیگر موارد بدرفتاری و شرایط بد دوران بازداشت شرح داده شده است. نگرانی ویژه نسبت به میزان فزاینده اعدام‌ها در ملأ عام که در سال 2011 میلادی حدود 4 برابر بیش از سال گذشته بود و تداوم اعدام بزهکاران نوجوان در ایران که تحت قوانین بین المللی اکیداً ممنوع شده در این گزارش بیان شده است. به گفته آن هریسن، جانشین موقت مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، مقامات ایران اینترنت و رسانه‌های اجتماعی را نیز تهدید بزرگی می‌بینند. به گفته او، هر چیزی از تأسیس یک گروه اجتماعی در اینترنت گرفته تا تشکیل یا پیوستن به یک سازمان غیر دولتی یا ابراز مخالفت نسبت به وضع موجود می تواند شما را به زندان بیاندازد. افزایش در تعداد و شدت حملات به بهائیان از دستگیری آنها گرفته تا آتش افروزی و چاپ مقالات افتراآمیز درباره‌شان در مطبوعات در این سند درج شده است. در گزارش آمده غیر مسلمانان به ویژه جامعه بهائی به شکلی فزاینده توسط مقامات ایران و در رسانه‌های تحت کنترل دولت ایران شیطانی جلوه داده می‌شوند. به نظر می‌رسد در سال 2011 فراخوان‌های مکرر رهبر عالی و دیگر مقامات به مبارزه با معتقدات ساختگی که ظاهراً کنایه از مسیحیت تبشیری، بهائیت و تصوف است به افزایش آزار دینی منجر شده است. در لندن یک برنامه ابتکاری با پشتیبانی دولت برای تشویق مردمی از همه باورها برای همیاری در بهبود محله‌هایشان در مرکز ملی بهائیان در لندن راه اندازی شده است. هدف این برنامه با عنوان یک سال خدمت به رسمیت شناختن نقش دین در انگیزش کارهای خیریه و ترویج همکاری میان 9 جامعه دینی اصلی بریتانیا، بهایی، بودایی، مسیحی، چینی، یهودی، هندو، مسلمان، سیک و زرتشتی است. 12 روز ویژه خدمت داوطلبانه در سال 2012 میلادی برگزار خواهد شد که هر یک با یکی از جشنهای دینی موجود همزمان و بر محور یک اقدام مشخص اجتماعی متمرکز خواهد بود. وزیر کشور برای حکومت و جوامع و نماینده مجلس اریک پیکلز برای راه اندازی برنامه و اولین روز خدمت داوطلبانه در 10 اسفند برابر با 29 فوریه در لندن در مرکز ملی بهائیان به رهبران دینی و مهمانانی از همه گروه‌های سنی پیوست. این رویداد با روزهای معروف به ایام ها در تقویم سالانه بهایی که اختصاص به خدمت و مهمان نوازی دارد همراه شد. آقای پیکلز پیش از آغاز این طرح گفت یک سال خدمت گرامی داشت شایسته‌ای برای سهم عملی گروه های دینی در غنا بخشیدن به محله ها و بهبود زندگی اطرافیانشان است. بدون مشارکت آنها ما به مراتب ضعیف‌تر خواهیم بود.
حدود 50 میهمان از همه ادیان در تزیین کیک‌ها و بسته‌بندی لباس‌ها و لوازم بهداشتی اهدایی کمک کردند. همه این مواد بعداً در یک پناهگاه برای بی‌خانمان‌ها و وابسته به کلیسایی در غرب لندن توزیع شد. کیشان منوشا نماینده محفل روحانی ملی بهائیان بریتانیا گفت دین باید منبع شادی و گردآوردن مردم برای هدفی مشترک باشد. ما امیدواریم راه اندازی این برنامه تجلی زنده‌ای از این میوه ویژه دین باشد و به همه ما در تلاش‌هایمان برای بهبود محله‌هایمان الهام دهد. بینندگان عزیز، این بود خبرهایی به نقل از سرویس خبری جامعه جهانی بهایی. در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید.